دوباره من، دوباره تو، دوباره ما و بخش خبری ساعت 9 با چند خبر کوتاه در خدمتتون هستیم. شما مردم خبری ها، بریم سراغ روایت دوربین و تصاویری که داره از جانفشانی های خوزستانی هایی میگه که مانع شدن برای ورود آب و سیل به مزارع کشاورزیشون، چیزی که تمام سرمایه و زندگیشون بوده. ویدیویی که روایت میکنه از مردم دهلاویه برای اینکه زندگیشون رو توی دستشون گرفتن و در مقابل سیل ایستادن و روایت مشکلاتشون از زبان خودشون. ما همه یه دست شدیم، همه جمع شدیم، دست به دست جلوی آبو گرفتیم بدون نه بیلی، نه گونی، نه هیچی. شاید از من داستان پتروس چیز داستان خیالی باشه که ما زمان مثلا کلاس 4 ما خونده بودیم، ولی داستان پتروس واقعی، پتروس های واقعی اگه بخوای گوش بکنی یا نگاه بکنی یا اصلا دوباره قصه شو مرور بکنی اینجاست. اگه 5 دقیقه تأخیر میکردیم، الان فوقش 10 دقیقه که تأخیر میکردیم، میرفتا 10 متر دیگه تمام مزارع و تمام روستاها و جاده رو قطع میکنه و مشکلاتی برای مردم ایجاد میشه. اینجا همون جایی که ما وایساده بودیم، کلن بچه ها کلن جمع هستن، دست به دست شدیم، سلبندی آره اینجوری گرفتیم و خیلی آب تا اینجا بود. دوستای دهلاویه 22 فروردین ماه 98. البته حالا بله، این هم روایت ایثار بچه های دهلاویه، و دهلاویه هنوز هم شهری هست که مردمانش با ایثار نان غیرت خوردند و همیشه در مقابل سختی ها ایستادن. امیدوارم که مسئولین هم صداشون رو بشنوند و نوای خدمتشون رو به بهترین وجه برای این مردم غیور بنوازند. یه عکس براتون داریم که توی فضای مجازی همینطور داره دست به دست میشه. این نانوای غیور که مجسمه مسلم ایثار، تقوا و ایستادگی شبانه روز غلامعلی سیفی اومده و برای سیل زده ها نان پخته و نخوابیده، آخر سر هم 4 تا انگشتش رفته توی دستگاه خمیر پهن کنی و امیدوارم همه ما تمام قد، تمام دقایقمون به احترام این غلامعلی هایی که توی روزگار ما کم نیستن همیشه بایستیم و در فضای مجازی که الان این خبر منتشر شده یادمون نره در فضای حقیقی هم اونها رو در قلب خودمون محفوظ نگه داریم. دم شما گرم آقای غلامعلی سیفی. 3 متهم اخلالگر بانک سرمایه با همدیگه سکته کردند. این رو این تصاویر در بخش خبری ساعت 9 به شما میگه. سکته همزمان 3 متهم بانک سرمایه. قاضی مسعودی مقام یکی از رؤسای دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد وقتی متهمان پرونده بانک سرمایه برای اجرای حکم احضار شدند، هر 3 نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند. قاضی مسعودی مقام البته از پزشکی قانونی خواسته موضوع رو بررسی کنه. پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمد رضا توسلی 3 متهم پرونده بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی به 20 سال حبس، 74 ضرب شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند که الان کاظمی به زندان رفته و 2 محکوم دیگه تحت معالجه. و یادمون نمیره توی جای جای این شهر و کشورمون با اخلال همین آدم‌ها چقدر آدم‌ها سکته کردند و هیچ کدومش خبری نشد. امیدوارم تا دقایق آخر همه این افراد به اشد مجازات برسند که واقعا باعث اخلال زندگی خیلی از مردم شدن. من مقصر نیستم، حرفی هستش که جاسوی رئیس اسبق دانشگاه آزاد بعد از اینکه در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات ازش میپرسند این گزینه رو میگه و میگه من مقصر نیستم. شما فکر میکنید شما هم باید عذرخواهی کنید تو این قضیه سهیم هستید یا نه؟ ابدا. حالا من میگم چرا. اولا که تلکابین که ربطی به من نداشته، من خودم با تلکابین اساسا موافق نبودم، نه با خود تلکابین موافق شدم،
برای حمل و نقل دانشجو موافق نبودم که از تلکابین استفاده بشه. زمان منم نبوده و اصلا اصلش مال بعد از اون. این یک. اما در رابطه با حادثه که تو دانشگاه اسلامی 27 سال اونجا دانشجو میرفته میده، هیچ حادثه اتفاق نیفتاده. اتوبان چهارباند است اونجا. این حرفا یعنی چی؟ و تمام اون چیزی که ساخته شده از نظر مهندسی قابل تایید، هیچ اشکالی هم نداشته. مشکل اون قرارداری بوده که با یک کسی بستن که در حقیقت با قیمت خیلی ارزون بسته شده، ماشین فرسوده رو آوردن گذاشتن. ما همین ماشین قبلش هم ترمزش بریده شده بوده. ویدئویش هست که دانشجو اعتراض میکنن، میگن ما داریم رستگی میکنیم. خب همون ماشین و همون راننده و همون بساط اومده و این مسئله. پس یعنی شما قصور مدیریتی و علت این اتفاق داره ربطی به قصور مدیریت جدیدو میگم سوالم اینه، یعنی شما قصور مدیریت جدیدو علت این میدونید؟ اونا باید دیگران معلوم کنم، من نمیتونم قضاوت کنم. ولی ربط ولی خودتون رو هیچ گذشته نداره، یعنی واقعا الان هم که به عقب برمیگردید دلتون راضیه که مثلا تو اون ارتفاع اون نوک کوه جایی اصلا که باید کوه باشه و اینها یک مجموعه به این بزرگی ساخته بشه هنوزم دفاع میکنید ازش؟ دانشگاه های بزرگ دنیا در قله ها هستن همشون. این حرفا چی شما میزنید؟ اون موقع هم که ما اونجا ساختمان کردیم هیچ اشکال قانونی نداشته. بعدها که اومدن گفتن بالای اینقدر نباید بشه اینها، ما از اون لحظه دیگه یک قدم بر نداشتیم، فقط با مجوز خود شهرداری گفتن این ساختمان چیزتون رو تموم کنید. بله، این هم صحبت‌های جاسپی. اما کاربران عرب زبان تصاویر شهدای شیعه‌ای که دیروز توسط آل کثیف سعودی گردن زده شدن رو توی فضای مجازی منتشر کردند و یه بیداری شیعه و اسلامی به تمام دنیا دادند و هشتگ شهدا القطیف، شهدا الحق رو توی فضای مجازی ترند کردند و بعد از اون هم اعلام کردند که انتقام شما رو خواهیم گرفت. دیروز توی یک حکمی که عربستانی ها به 37 نفر از شیعیان قطیف دادن، اونها رو به جرم انتقاد به رژیم آل سعود گردن زدن. الذنب اینا لما عشقنا على محمد قهرا قتلنا إنا ظلمنا بالحزن عشنا من غير ذنب جهلا سحقنا الذنب إنا لما. اما این گردن زدن ها راه به جایی نمیبره و صدای حق دقیقاً میره و جای خودش رو پیدا میکنه، مثل این ویدیو که یکی از افراد حزب الله تونسته به کاخ آل سعود راه پیدا کنه، کسی که برای سرش آل سعودی ها جایزه گذاشته بودند و حالا در کنار ملک سلمان میاد و عکس یادگاری میگیره. ممنونم که با بخش خبری ساعت 9 با من همراه بودی. در آخر باید بگم کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. میسپارمتون به بهترین های عالم.